سلام دوستان، با دوست کردن یه ماست خونگی خوشمزه از اون ماستای سفتی که قشنگ روش یه لایه خامه‌ای خیلی لطیف و خوشمزه میبنده، چطوری؟ میخوام امروز اون ماست خوشمزه رو براتون درست بکنم و یادتون بدم. خب شیر رو قشنگ بذارین یک ربع ریز روش بزنه، حتی میتونین بذارین بیشتر هم زمان بگذره، هرچی که شیرتون بیشتر بجوشه و غلیظ‌تر بشه یک ماست سفت‌تر و خوشمزه تری خواهید داشت. من الان گذاشتم یک ربع جوشیده. خب قطعا غلیظ‌تر میشه دیگه، یعنی ماست شیرتون غلیظ‌تر میشه و این باز رو کیفیت ماستتون خیلی تاثیر گذاره. یه نکته دیگه این که من بهتون بگم، من از خامه، ببینید خامه معمولی، خامه صبحانه رو استفاده میکنم که میخوام یه ذره باز ماستم پرچرب‌تر باشه. 2 الی 3 قاشق غذاخوری پر میتونید خامه به شیرتون اضافه بکنید که با شیر بجوشه، هیچ هم اشکال نداره. فکر نکنید شیرتون میبره، نه هیچ اشکال نداره، بذارین قشنگ بجوشه. زمانی که قشنگ شیرتون، البته وقتی مثلا یک رو خودشین جوشید بعد خامه رو اضافه کنید، باز بذارید بجوشه. و نکته دیگه، یه نکته خیلی 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 مهم اینه که شما از این شیرهایی که توی بقالی یا سوپرمارکت ها هستن نباید استفاده کنید، چون باز به اون ترتیب شما یه شیر، یه ماست خوب نخواهید داشت. شیرتون باید حتما شیر واقعی باشه، یعنی شیری باشه که از ماست بندی گرفته باشین یا شیری باشه که توی سوپرمارکت ها ارائه نشه دیگه، چون اونا چربیشو میگیرن. خیلی خیلی از حالا ایش رو اضافه میکنید سایی کم، ولی اگر که شیرتون شیر واقعی باشه باز ماست خوبی خواهید داشت، نه آب میندازه نه اینکه شول میشه. اینا همش اون نکاتیه که بعضی رعایت نمیکنن و فکر میکنن که حالا چرا مثلا من ماست درست کردم ماست خوب نشد. یکی دلایلش اینه. شیر رو میریزم داخل ظرفی که میخوام داخلش ماست رو درست بکنم تا داخل همین ظرف خنک بشه و به دمای حدوداً 40 درجه برسه، به طوری که وقتی انگشتمون رو میذاریم داخل همین شیری که حالا این مقدار خنک شده دست رو نسوزونه و یه ولرمی رو به گرمایی رو ما احساس بکنیم. 40 درجه یعنی اون که ولرم باشه ولی دست رو نسوزونه. اون خامه ای هم که بهتون گفتم میتونید نزنید، ولی من زدم که ماستم پرچرب و خوشمزه باشه، با اینکه شیرم شیر محلیه ولی میخوام بازم یه ماست شرطتر و خوشمزه تر درست کنم. خب ببینید این الان شیر خنک شده، به همون حرارتی که گفتم انگشت رو وقتی داخلش میکنید گرما رو احساس بکنید، حدود 40 درجه باشه ولی کن خنک سرد سرد نشه. خب الان من از ببینید تقریبا چهار لیوان شیر بوده که گذاشتم جوشیده، 4.5 لیوان حدودن بوده گذاشتم جوشیده، خب یه مقدار کم شده. بعد از 2 قاشق ماست که باز هم ماست بندی یعنی ماست خودمونیه، یه مای ماستی من دارم که معمولا از همون استفاده میکنم، این ماست رو میریزم داخل یه کاسه. یه مقدار از این شیر با ماست مخلوط میکنم، این در حد یه همزدن خیلی کوتاه. خب الان این ماست رو من آروم میریزم کنار این شیر. این کارم میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اون رویه ماستی که من میخوام ببنده واقعا ایجاد بشه و این خیلی موثره. شما میتونید ماست رو بریزید و هم بزنید ولی بهتره این کار رو نکنید، از کنار آروم بریزید. ببینید روی شیر یه پوسته‌ای گرفته، من این پوسته رو نمیخوام از دست بدم، به خاطر همین از کنار شروع میکنم ریختن ماست. خب حالا یک حوله یا 2 حوله یا حتی یه پتو، وقتی که البته پتو تر، وقتی یه دستمال خیلی خیلی تمیز انداختین
روی ماستی که میخواین، حالا روی شیری که میخواد ماست بشه، حتی میتونین یه پتو گرم هم بندازین روش و بذارین 5-6 ساعت کنار، تکونش اصلا ندین تا این ماست ببنده. بعد از 5-6 ساعت بلندش کنید و بذارین داخل یخچال. همونجور که بهتون گفتم روش رو میپوشین با چند تا حالا یا دستمال یا حوله تمیز میذارین 5-6 ساعت بمونه. بعد به آرومی بلندش میکنین، میذارین یک شب هم داخل یخچال. این یک شب داخل یخچال مونده و آماده خوردن ماست خوشمزه خودمونی. بفهمید چه خامه ای روش بسته، به به، خیلی خیلی خوشمزه است این رویش. ببینید چقدر هم سفت شده، قشنگ به اون غلظتی که میخوام رسیده. یه ماست خامه ای خوشمزه سالم، درستش کنین حتما و از خوردنش لذت ببرین. من که واقعا با اون ماستایی که بیرون میخوریم زمین تا آسمون فرق میکنه. عطر گل سرخ بی نظیره. این مقدارم میتونستم نعنا خوش بریزم ولی دوست دارم با فقط گل سرخ باشه این طعمی که الان میخوام بخورم. خیلی شیرین و خوشمزه است، جاتون خیلی.